کافی نمایی را به قضا برم. وزیر به ماهیگیر گفت برو بازم ماهی بگی. ماهیگیر را بازم ماهی گرفت و چاهی در رنگ های مختلف رو برد. وزیر آنها را به کمی داد و با ماهی ها را داخل ماهی تابه رو جام گذاشت. وقتی کمی گذشت دیوار آشپزخانه شکاف برد و دوباره همان لقمه آمد. اما چوب نازکی که در دست داشت بنیاد از آنها گفت هنوز سفر برده را مان هستی؟ ماهی ها یکی صدا گفتند بله. دختر دوباره باخت به ماهی تابه زد. ماهی تابه برگشمید ماهی ها را بعدش از شکل در بیرون برد. وزیر خیلی تک کرد و گفت باید این ماجرا برای پادشاه تعریف کنم. تا وقتی حرفهای وزیر را شنید گفت بکنم ببینم تا باور کنم. دوباره از ماهیگیر خواستند تا ماهی را بگیرد. او رفت و باز تا ماهی در رنگهای مختلف اندرچه سری کرد. پادشاه 400 سکه طلا به ماهیگیر داد. ماهی سکه ها را برداشت رفت. همه به آشپزخانه رفتند. دوباره نیز ماهیها را داخل ماهی تاب انداخت. دوباره دیوار آشپزخانه شکسته شد. این بار آن دختر از شکاف بیرون آمد و گفت آیا بر سر بردگران من نزدیک ماهیها گفتند بلی. دختر چوب ماهی تاب را برگرداند. پچه ماهی را برداشت از دیوار بیرون رفت. پادشاه وقتی این چیزها را دید گفت ببین آنجا یک رازی هست. ما با این رفتانشان میخواهند چنین گفته بگویند. پادشاه دست داد تا ماهیگی را با قصد بیاورند. ماهیگیر خیلی نگران شد. وقتی به نزد آمد پادشاه گفت اگر از نباشتن فرد میخوام تو به من بگوی که این ناراز کجا سید میکنی. ماهی پادشاه گفت از یک روی دیگتر مرا بکوب میباشد. پادشاه با ماهیگیر گفت من تنها آنها باید خودت آنجا بودم. ماهیگیر به قصد بیده با خودش میدانستند که این دیگ کلافه یه بین میکند که من دویدت سر از همون بشار شدم. اول به او بگاه راه میکردم. حالا از کار پشیمان شدم. ماهیگیر هم باشه و اطراف نگر افتادند. از کار بیابان گذاشتم تا به بهت رسید. شاه وقتی به آنجا رسید گفت اینجا همه چیز عجیب است و من بیانم تا به حال چنین جایی نیامدی. منتظر این هستم که را بریم بده به سرزندانم بار بدم. چی ساعت وقت میری بهش گفتم برو بالا برو میزنی اینو میندازی همه رو پهن می‌کنی حتما بالا رو آوری بیا بیا